میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت میخاری و مستی ره و رسم دگری داشت بیاین یه سر بزنیم میخونه همسایه به سلامتی سلام خوش اومدید به سینمای کوچکی آپارات حسن سوالچو هستم شاعران بزرگ ایران همه در وصف می و میخانه شعرها سرودن جا به جا در ادبیات کهن ایران به میخانه و رسم میخانه ها اشاره میشه ولی دیگه اثری از میخونه ها نیست باد انقلاب اومد و همه میخونه ها رو با خودش برد خیلی از پدرها و پدر ها قصه ها دارن از این میخونه ها میخونه هایی که گرچه در دوره ای فقط تبدیل به مشروب فروشی شده بودن اما روزگاری کاربردهای های دیگه ای هم داشتن ولی میخونه اصلا چی هست؟ سنتش چیه؟ مهدی شبانی در فیلم میخانه خانهی برای پدر رفته سراغ میخونه ها و آداب و سنت هاشون آقای شبانی مستنساز کارگردان و نویسنده ایرانی متولد سال 54 در تهران و مقیم استانبول هست او علاوه بر نویسندگی و چاپ یک مجموعه شعر مدت ها هست که به کار مستندسازی اشتغال داره و اولین مستند بلندش به نام حمامی که میخواست حمام بماند رو قبلا در همین برنامه دیده بودیم مستند های دیگه ای هم ساخته درباره تخت نرد و ریش و همطور فیلم های دیگه آقای شبانی میهمان این هفته برنامه ای آپارات هست خیلی خوش اومدید به سینما کوچکی آپارات تکر. ها باشم خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم میخانه خانه برای پدر بزرگم را ببینیم بعد که از میخونه اومدیم بیرون با شما دربارش صحبت میکنیم ببینیم فیلم رو 对。 سلامتی باغونی که زمستونش بیشتر از بهارش دوست داره سلامتی میخانه خانه ای برای پدر بزرگم رو دیدیم ساخته مهدی شبانی یه مصند شاعرانه و خوشساخت درباره یه موضوع حساس و جنجالی میخونه و فرهنگش فیلمساز در این فیلم روایتی شخصی رو بستر قرار میده برای طرح یک موضوع موضوع هم یه مکان و یه فرهنگ رو به فراموشیه تاثیرهای زیبا و در این حال استعاری از ویژگی های دیگه این مستند تصاویر قابندی های این تصاویر به خصوص خیلی دلنشین هست و راوی قصه یا فیلمساز هم در فیلم به میخونه ها میره روی میز آدم های مختلف میشینه و با اونها گپ میزنه و در خلال این سفر به میخانه قصه پدر بزرگ میگسارش رو هم با روایتی شاعرانه و صمیمی برای ما تعریف میکنه مهدی شبانی نویسنده و کارگردان این فیلم با ما هست گپی بزنیم با هم درباره میخونه ها و این میخونه تصویری او خیلی خوش اومدی مجددا قربان شما قبل از همه آقا سلامتی شما میخوای مشروب خوری رو, رو رواج بدی این چه فیلمیه خب به یه سوال خیلی سخت کردی که در از جواب دادنش هم سخت سوالیه که من در تمام مدتی که داشتم این فیلم رو می ساختم راستش بخواهی باش دست و پنجه نرم کردم ولی در ای از نکته یه اصلی که وجود داره این فیلم راجع به لزومن الکل یا مشروب نیست این فیلمی راجع به یک فرهنگیه که این فرهنگ فرهنگ قدیمیه و وجود داره نکته اصلی که وجود داره اینه که ما یک در از فرهنگی داریم گویا در چیز که تلاش میکنیم همه چیز رو یه جوری انکار میکنیم انگار انگار هم چیزی وجود خارجی اساسا نداشته تا که به عنوان مستندساز من فکر میکنم کار اصلی ما اینه که به جای اینی که در دنبال ارزشگذاری اخلاقی یا هر جور چیزی از این دست باشیم دنبال این باشیم که در جستجوی این چیزی باشیم که واقعا وجود داره و نمایش آن چیزی که یا هست که ممکنه وجود داشته باشه و از دست رفته باشه یا پنهان شده و زیر زمینی شده زیر باشه زمینی شده باشه دقیقا بنابراین این فیلم رو با این ایده من شروع کردم که یک پدیده وجود داره چه ما بگیم درسته چه بگیم نادرسته خوبه بعد الکل مشروبات الکلی برای سلامتی ضرر داشته باشه هر چیز دیگه این فیلم راجع به الکل نیست و در عین حال نکتهی که وجود داره راجع به فرهنگ نوشخاری در ایران و نه فقط در ایران در خاور میانه یا اسمش رو میتونیم آسیای غربی یا هر جای دیگه این جایی که محل زیست اجتماعی ماست ایران ترکیه کشورهای مجاور تقریبا هیچ جور تحقیقی ها. یعنی خیلی خیلی محدود تحقیقات و پژوهش های راجع به این بخشی از فرهنگ ما انجام شده که بخشی از فرهنگ ماست از گذشته باقی مونده راجع بهش کتاب داریم تو ادبیات کلاسیکمون دائما این در از شراب، میکخانه، میکده، ساقی، پیر، مرشد اینا کلماتیه که دائما داره ما میخونیمش و در این حال یک چیزی که تو پجوهش های ایرانی علال خصوص مشهوده اینه که یک جوری به ایدالیز میرسن یعنی به جای اینکه که به این خود این پدیده مادی به آدابش به فرهنگ بشه اون چیزی که اتفاق افتاده به خیلی رجوع میکنن ایدالیستیش میکنن یعنی میان به عنوان نمادی از چیز دیگر پردازند و این در حالی که مثلا توی پجوش های غربی در همین زمینه نوشخاری یا هر جور نباد شادی آور یا حالا اسمش رو هر چیزی که بذاریم نه فقط توی تاریخ تجارت بازرگانی نقش مهمی داشته بلکه علاوه بر اون یه جوری میتونه نمادی از تغییرات اجتماعی دینی و رفورم های سیاسی یا هر چیزی دیگه ای از این دست باشه و بنابراین نه این فیلم راجع به تبلیغ نوشخاری یا عرق خوری یا هر چیزی از این دست نیست بلکه چیزی راجع به فرهنگی که ما بخش زیادش از دست دادیم خب حالا چرا فکر میکنی که این فرهنگ اصلا مهمه؟ یعنی چه چیزی این فرهنگ مهم بوده که بخوام بهش بپردازیم این فرهنگ میخانه جواب این سوالو فقط من نیستم که باید بدم فکر میکنم حافظ شیرازی هم باید همین جوابو بده وقتی که میگه بود آیا که در میکده ها بکشایند گره از کار فرو بسته ما بکشایند یا در میخانه ببستند خدا یا مپسند که در خانه تذویر و ریا بکشایند فکر میکنم این سوالیه که در طول تاریخ الله تو ادبیات کهن وجود داشته و میاد تا دوران صفوی و غیره هم ادامه پیدا میکنه و ما هم الان در یکی از همون دوره های تاریخی هستیم که در میکده ها رو بستن بنابراین من جوابای خودم رو دارم و احتمالا برای حافظم جوابای خودش رو داشته و در چیز بهش محل بحث و جدل بسیاری هم هست این موضوع ولی به صورت خاص و ویژه در دورانی زندگی میکنیم که پس از در از تحولات اجتماعی پس از انقلاب خب اساسا میکده ها نابود شدن به یک نوعی یعنی کاملاً و یه جوری تبدیل شدن به فضاهای خانگی که توی خونه های جوری میکده انگار که میخانه دوباره برپا شده ولی توی خونه ها و به صورت در از فضاهای محدوده و و پنهان و زیرزمینی به صورت فضاهای پنهان و زیرزمینی به وجود اومده و این یک چیزی رو از ما گرفته و اونم بحث اجتماعی شدنه این بشر برای اینکه اجتماعی بشه یک سری جاهایی وجود داره که تو این جاها میره یکیش میتونه مدرسه باشه دانشگاه باشه قهوه خونه باشه مسجد مسجد باشه و هر جایی از این دست یکی از این جاها میکده بوده میخانه بوده در فرهنگ نچندان قدیم ایران حتی یعنی چیزی که ما قصه هایی که از پدر از پدرمون از عموهامون شنیدیم و اینجا همینجا این پرانتز چون که گفتم همه مذکر بودن این یکی از همین نقاط ضعف این فرهنگ فرهنگ به شدت که تو همین فیلم من سعی کردم یه جاهای یک انتقادی هم بهش بکنم حالا ممکنه بعدا به این چیز برسیم اینجا ولی این قصه هایی که ما شنیدیم و هیچ وقت زندگیش نکردیم و شاید بسه بعضی ها اصلا این خیلی ناشناخته باشه این چی بوده و این فیلم تلاشیه برای اینی که بفهمیم که این میخانه چیه فرهنگش چیه آداب و رسومش چیه در این حال این فیلمی راجع به مای امروز ایرانی اینی که چرا ما فکر میکنیم که نباید راجع به لذت بردن آمون حرف بزنیم تمام یه جوری انگار الخصوص توی این سی, سی, و پنج سال اخیر انگار همش ما باید راجع به غم و درد و مشکلات م... که... که, واقعی در جامعه پر از مشکل زندگی میکنیم ولی در این ما هم به قول آقای دولت آبادی ما هم مردمی هستیم ما هم لذت میبریم ما هم زندگی میکنیم این فیلم یه جوری در جستجوی این بخش کوچکی از لذتیه که بخشی از جامعه از این فرهنگ میبرن در این حال میگید فیلم فرهنگ ایرانی یا میخونه ایرانی یا نگاه ایرانی ولی فیلم ملغمه ای هست از یک نگاه ایرانی در یک بستر ترکی فیلم بالاخره ایرانیه یا ترکی فیلم منطقه‌ایه ببین من یکی از ایده هایی که تو چند تا فیلم آخر هم دنبال کردم اینه که ما د... توی جای جغرافیایی که زندگی می‌کنیم یک چیزی اتفاق افتاده که ما به فرهنگ محلی خودمون به ادبیاتمون به اینجا یه نگاه خاص خون فرهنگ خودمون رو سعی می‌کنیم کم و بیش در حدی بشناسیم و از یه طرف دیگه فرهنگ غربیه که فرهنگ جهانیه یه جوری انگار ما قافل شدیم از اینکه ما تنها نیستیم تو این جغرافیا بلکه در کشورهای مجاور دقیقا با همین مشکلاتی که ما دست و پنجه نرم میکنیم دست و پنجه نرم میکنن یه جوری انگار مشکلاتمون مشکلات مشترکه تاریخمون هم اشتراکات زیادی داشته و به نظرم یه جوری هم مسیر رسیدن به آیندهمون مشترکه و آیندهمون هم یه جوری مشترکه بنابراین یه سعی زیادی کردم هم توی این فیلم هم توی فیلم های دیگه که ساختم که یه جوری این فرهنگ منطقه یه جوری انگار یک حوزچه فرهنگیه که حالا از یه طرفش ما به عنوان ایرانی داریم مینوشیم یه طرفش ترکها ها عربها عرب ها هستن و این یه فرهنگ مشترکه بنابراین این از این جهت خیلی برای من جذاب بود اینی که ما راجع به یه چیز داریم حرف میزنیم یعنی داشتم یه روزی همون موقعی که قدم میزدم برای فیلم تخته و یه چیزی خوردم شو به بنای میخانه و واسه هم یه جرقه خورد خب من که اینو تا زندگی نکردم کم کم تو این آشنایی فهمیدم که نه این خیلی مشترکات داره در عین حال این نکته‌ای که وجود داشت این بود که در از قصه چون ما همه چیزی که از میخونه شنیدیم در قالب قصه است برای این تو فرم فیلم هم یه جوری این تحمیل شد یعنی قصه توی ایران میگذره شما از فقط قصه شنیدیم ولی تو ترکیه هنوز بالا و پایین هرچند ممکنه نفسهای آخرش باشه این فرهنگ داره زندگی میکنه بنابراین وقتی به قسمت استنادی فیلم میریم من سعی کردم که اون فکت و فیگور رو توی جامعه ترکیه پیدا بکنم بنابراین فیلم نه ایرانیه نه ترکیه هم ایرانیه هم ترکیه یه چیزی راجع به ما انسانهایی که تو این جغرافیا زندگی میکنیم فیلم, فیلم ترتمیزی هم هست خیلی خوش ساخته ساختار درست و حسابی داره مستحکم منسجمه و مشخصه که فیلمساز میدونه که چی میخواد و چی کار داره میکنه توجه خاصی به مکان ها داری تو توی فیلم هات حالا توی این فیلم به میخونه پرداختی فیلم قبلی که ما و احتمالا به از بینندگان هم دیدن فیلم فراموش نشدنی حمام هست درباره حمام هایی که هنوز دلشون میخواد زنده بمونن فیلم درباره تخت نرد ساختی قهوه خونه ها و اینها در درباره ریش اگر ریش رو یک مکان فرض کنیم با تجربه این علاق این رویکرد از کجا میاد مکان ها و این بستر در از دو تا نکته توش وجود داره نکته اول اینه که در از من وقتی ایران بودم و فیلم همون داشتم می ساختم یه ایده داشتم که راجع به یه پروژه داشتم به نام پروژه فراموش شدگان راجع به مکان ها مشاغل و علاقه فرهنگ هایی که یا از دست رفتن یا در شرف از دست رفتن بعد که ناچار شدم ایران رو ترک بکنم و در ترکیه زندگی داشتم میکردم به این چیزی که تقریبا یه مشابهت هایی وجود داره و این مکان هایی که داره فراموش میشه و ما متاسفانه درک و زبطش هم نکردیم هیچ جایی ثبت نشده مستند نشده این اینا شد یک محملی برای این قضیه در این راجع به مکان یه نکتهی که وجود داره اینه که ما یه جوری میخوایم انگار این زمان از دست رفتمون رو دوباره ببینیم چی بوده برای بازگشت در بازسازی زمان همیشه غیر ممکنه بازسازی زمان تبدیل به یک امر ای یا عمدتا سطحی میشه چون ما نمیتونیم زمان رو زندگی بکنیم در اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده همیشه برای رسیدن به زمان یا به عبارت رسیدن به روح زمان ما ناچار به یک یک سری جاهاییم که این جاها زمان رو برای ما زنده بکنه یعنی در اصل من سعی کردم وقتی میام توی مکان از طریق نشون دادن مکان فرهنگش یه جوری یه جوری روح زمانه از دست رفته رو به نمایش در بیارم بنابراین مکان در نوع خودش اهمیت خاص خودش رو داره چون توی این مکانه که این فرهنگ داره معنی پیدا میکنی ولی در عین حال این فیلم یه ج... باقی فیلم یه جوری راجع به زمان هم هستن زمانی که از دست رفته و ما میخوایم این رو باستازی بکنیم یعنی... زمانی در یک مکان به تعبیر دیگه اما در این حال توی این فیلم ما خیلی معماری و جغرافیای این میخونه ها رو نمیبینیم یعنی یه چیزی هست به نظر میرسه که این تصویر گم شده این و کمتر جایی توی فیلم به این اشاره میشه چرا؟ ببینید من فکرم در حین ساخت این فیلم این بود که این فیلم یه جوری انگار خود فیلم یک میخانه است ما از سر یک میزی پا میشیم گفتگویی میکنیم و از این میز میریم سر میز دیگری سر اون میز گفتگو ادامه پیدا میکنه تو سایدو یعنی در توی یک در از موضوع دیگری یا که موضوع واحدش میخانه است این حرکته بنابراین تصورم این بود که اگر بخوایم خیلی وارد جزئیاتی که جزئیات مهمی هم هستن آقا این چیزش چجوری دکوراسیون داخلیش چه میزا چه چیده میشه و غیره ما اون روح رو از دست ممکنه بدیم من بیشتر سعی این بود که آدمهان یعنی مکان اهمیت داره ولی آدمان که مکان رو میسازن یعنی توی تمام این جاهای دیگه هم اینجوریه یعنی شما اگر که این آدما رو از اینجا بکشی بیرون آدمای دیگه رو وارد بکنی اصلا با یه مکان دیگه رو معماریش هم تاثیر میذاره و در عین حال فکر میکنم خیلی از چیزا هستش که خب براش به حد کفایت متریال در فضای مجازی وجود داره و مردم میتونن رجوع بکنن و این اصل ماجرا اینه که اون سؤاله تو ذهن بیننده بیاد بشینه که خب این ماجرا چی بوده اینجا کجاست و توی تحقیقاتی که خودش میکنه میتونه تحقیقات بیشتری یعنی میتونه به اطلاعات بیشتری دست پیدا بکنه خب حالا ممکن این سوال اینجا پیش بیاد که چیزی که حالا به خصوص توی کشور دیگه وجود داره بار نمیدونم مشروب فروشی نمیدونم غذاخوری یا اینها ما الان خیلی روشن به بگو که وقتی از میخانه حرف میزنیم از چی حرف میزنیم سوالی که سوال سختیه چون خیلی قالب‌های تعریف شده معمولا دیگه جواب نمیده این قالب‌ها هی تغییر شکل میدن خودشونو تو قالب‌های دیگه تولید میکنن ولی به نظرم چیزی که میتونیم راجع به میخانه به صورت خاص اشاره بکنیم اینه که میخانه چند واجد چند تا خصلته یکی جایی که نوشیدنی الکلی درش یکی از مراکز یعنی یکی از جاهایی که این آدما رو کنار هم جمع میکنه نکته دومش گفتگوئه میخانه جاییه برای به اشتراک گذاشتن ایده ها، خاطرات روزمره، حرف های نزده شده و غیره این دوتا عنصر اون عناصر اصلی هستن که یک میخانه رو تبدیل به میخانه میکنن یعنی میخانه همیشه پاتوق یه سری آدمه پاتوق آدمایی که میتونن شاعر باشن، آدم معمولی باشن، نویسنده باشن یکی... اینی که یه جوری، یکی از کاراکتره فیلم یه, یه تعبیر خیلی خیلی جالبی به کار میبرد میگه که شما وقتی وارد میخانه میشی انگار زمان رو داری متوقف میکنی انگار داری یک دو ساعت سه ساعت از این چرخه زندگی روزمرت میای بیرون و حالا یک زمان رو ثابت نگر میداری اونجا در عین حال یک نکته دیگه که اهمیت داره که فرق میخانه با بار پاب یا هر جور چیزی از این دسته یک جوری بار و پاب نماد فرهنگ فردگراییه یعنی شما تنها وارد میشی تنها مینوشی تنها خارج میشی حالا ممکن یک گفتگوهای کوتاهی هم اتفاق بیفته حالا تنها بری دو نفره برگردی یا هر چیز دیگه از این دست در. در حالی که ف... و یک فرهنگ قالبی نداره در حالی که در میخانه شما با یک فرهنگ جمعی تری روبرو هستی جایی که میزای کم مشترکتره. میتونه ایده از جایی بیاد این فرهنگی تو قهوه خونه هم همین فرهنگ وجود داشته اینی که از یک میز یک گفتگویی شروع بشه به میز دیگر منتقل بشه گفتگو شکل بگیره یعنی یکم فرهنگ فرهنگ تر و فرهنگ جمعیتریه در مقابل فرهنگ فردی که در سایر جاهایی که برای نوشخاری استفاده میشه وجود داره و ممکن بیننده انتظار داشته باشه که وقتی که فیلمی درباره میخانه میبینه و گاه به توی فیلم اشاره میشه به تاریخچه یا گذشته تاریخ یا مروری بر تاریخچه میخانه ها و فراز و فرودشون رو هم ببینه توی فیلم تو سراغه نرفتی من فکر میکنم باید یک تفاوتی قائل بین تاریخ و گاه شماری تاریخ توی فیلم یه اشاره های اندکی وجود داره ولی من فکر میکنم که تو این فیلم اتفاقا من سعی کردم که به تاریخ برسم به جای اینکه به گاه شمار تاریخ برسم این در این حال که فکر میکنم در در از مستندسازی در دنیای پس از اینترنت و گوگل تبدیل به یک پدیده دیگه شده و به نظرم کار کرده مستند الان میتونه بیشتر این باشه که یک تلنگری به بیننده بزنه و در این حال پس از دیدن فیلم اگر کسی علاقه بشه میتونه بره این تاریخ رو توی اینترنت جستجو بکنه یا هر چیزی از این دست و بسیار چرا برای طرح این موضوع بررسی اینها رفتی سراغ نویسنده ها روزنامه نگار ها چه میدونم آواز خون ها و اینها یعنی در واقع طبقه مورد ارجاع تو برای بررسی مسئله این تیپ آدم ها هستن اینا که درباره میخونه حرف میزنن آیا اینا فقط میخانه ای نه حتما فقط اینها میخانه ای نیستن فکر می کنم یه تیپ های اجتماعی گوناگونی سعی کردم بذارم در داخلش هرچند که این یک واقعیته که یه جوری میخانه برای این تیپ افراد برای هنرمندا برای شاعر آهنگساز و هر تیپ های اینجوری دانشجو اینه که یه جایی واسه این کموجی گفتیم اشتراک ایده انگار جاییه که تو چیزی یاد میگیری که این حتی توی ادبیات ما هم هست یعنی وقتی ما از خرابات حرف میزنیم که پیر و مرشدی وجود داره یه جوری انگار اینا یه جوری پیرا و های ما هستن ساقی هستند که قرار اون راه و روش مینوشی رو یا ایده هایی که در مورد مینوشی وجود داره رو به ما یاد بدن میر و مرشد و پیر دیگه در کار نیست. این هم اثرات دنیای جدیده. که لزوما بد نیست یه جوری آدم‌ها انگار به هم نزدیک میشن چون در میخانه در این حال که قرار این پیر و مرشد باشه قرار یکی کس همونایی باشه که با هم داری قده رو میزنی و توی این قده این پیکی که زده میشه اینکه تواضع یکی از اصول پیر و مرشد بودنه در علل خصوص در فرهنگ شرقی بریم سراغ تصویرای فیلم توی فیلم از این تصویرای انتظایی استفاده کردی برای بیان یک سری از مفاهیم مثلا یک سکانسی هست که تو اومدی وقتی که داری روایت انقلاب در ایران رو تعریف میکنی میای میری تصاویر جرسغیر رو توی استانبول نشون میدی چه ارتباطی باید بیننده بین اینا پیدا کنه تصور من اینه که چون داره یه قصه ای اتفاق میفته که این قصه تموم شده بنابراین ما ناچاره ای نداریم بدون که خیال کنیم و انتظار کنیم این رو در عین حال فکر میکنم این مکانها مکانهایی مثل میخانه یه خصلتی که اینه که از در از یک جوری انگار در فضای شهری مقاومت میکنن انگار فضاهایی هستن که در برابر این یکسانسازی شهری که قراره که مردم دیگه تمام زندگیشون در مراکز خرید و فروشگاه و سینما هم تو مرکز خرید، جایی که میخوای قهوه هم بخوری تو مرکز خرید انگار همه چی دنیا تبدیل شده به یه مرکز خرید این جور های کوچیک مثل قهوه خانه، میخانه یا مکانهای این دست یه جوری انگار مقاومت شهری هستن در برابر این یکسانسازی. و این تصاویر یه جوری انگار چون در استانبول هم دقیقا مثل تهران داره این اتفاق میفته داره تمام تفاوت شهری گرفته میشه و این جرثقیلا انگار دارن این شهر رو یه جوری انگار به دار میکشن انگار دارن نابود میکنن اینجا و یه تصور من این بود که این میتونه یک خیالی رو برای بیننده آزاد بکنه که چه اتفاقی داره میفته که یک شهری که یه تاریخی داره در مقابل این ساخت و سازهای بی ای که دائما داره یک سری معماری یکسان یک سری فضای یکسان رو ایجاد میکنه و ایدم این بود که بتونیم یه جوری این خیال رو برای بیننده جا بذاریم که آزاد بکنه چه اشکال داره این کار رو بکنه میرن میشنن قهوه میخورن با اونجا سر قهوه خوردن چای خوردن با هم حرف میزن تا اینجا هیچ اشکالی نداره چون تنوع حتما خیلی چیز خوبیه مشکل اتفاقا برعکسش به وجود میاد وقتی که چون به خاطر رقابت اقتصادی و به خاطر تبلیغاتی که انجام میشه و همه اینا این جور مراکز دارن یعنی ما سینماهای کوچیک دیگه وجود خارجی ندارن در خیلی از جاهای چیز دنیا یعنی احتمالاً اگر من و شما الان به ایران برگردیم خیلی از سینماهایی که در دوران جوونی می میرفتیم توش فیلم میبینیم دیگه اونجا نیست باید بریم در مرکز خرید ایکس و زد اینو ببینیم این فیلم‌ها رو ببینیم و اون ری... ریتوال و آین هایی که وجود داشته برای که خیلیش هم آین های مزرگه. خیلی هم که شاید بهتر باشه بریزیمش دور ولی تمام اینها هم در این حال نابود میکنه این گیر این مراکز که یک و مرکزی برای مصرف یعنی ما داریم میریم انگار قهوهمون رو مصرف کنیم به جای اینکه با یه آدم های جدید روبرو بشیم و غیره یک عروسی هم توی فیلم هست که ما این عروس یا این رویا یا این وهم رو سرگردان میبینیمش توی خیابون های استانبول این طرف اون طرف چهرش رو هم نمیبینیم در واقع ولی یک عروس این عروس از کجا میاد قراره که چه کمکی ما بکنه در درک مفهوم خانه ببین من فکر میکنم که این بحث یک انگار یه جور این هم مثل ما این عروس در این دالون این تاریخ گم شده این هم داره توی این کوچه پس کوچه ها توی این چیز که ما اصلا صورتش هم نمیبینیم یعنی ی نمیدونیم پیره جوونه چه جوریه این انگار این هم مثل ما گم شده است این هم هم در جستجوی چیزیه هم به دنبال کسیه که پیداش بکنه در این حال اون پدر بزرگی نیست که رفته شب عروسیش میگساری و نایمده خونه این هم یکی از تعابیریه که ممکنه چیز وجود داشته هرچند با هم بالاخره زندگی کردن و اون اتفاقا اینجا جاییه که واسه من خیلی نکته مهمیه که اون کسی که باز میخونه رو میکنه مادر است یعنی اون چیزی که در تاریخ سازنده است بیشتر همین نقش این زنه که این کار یعنی یه جوری مردها کسانی هستن که میخونه رو نابود میکنن و زن کسیه که دوباره برپاش میکنه تو فیلم هم یه جایی بحث بستن میخونه ها و احتمال بستن اونها مطرح میشه احتمالا توی جایی مثل استانبول یا اصلا توی ترکیه چرا این موضوع مطرح میشه یا چقدر جدی هست این مجرد؟ دو تا نکته وجود داره مکانهای این چنینی از دو جهت معمولا تحت تهاجم و فشار هستند یه طرف از طرف سیاست و سیاستی که با دین آمیخته است بنابراین اینجا جایی که توش الکل سرو میشه بنابراین به شدت تحت فشار هستند که یه جایی مثل ایران کلا نابود شده جایی مثل ترکیه در برهای گوناگون تاریخی ممنوع بوده در کنار ممنوعیت قهوه خانه و غیره از طرف دیگه یک تحت یک در از تهاجم و فشاری هم از طرف مدرنیزم هستن ما یک توی این منطقه یک ولع عجیبی به نو شدن و مدرنیزم داریم که چیز خیلی خوبی هم هست در نوع خودش ولی کن خطرات خودش هم داره میتونه این فرهنگ و خورده فرهنگ ها رو دور ریخته بشه و نابود بشه بنابراین این از این جهت این به نظر من آره این فرهنگیه که داره از بین میره ممکنه خیلی هم جای دلسوزی داشته باشه یا نداشته باشه به قول شما چه ایرادی داره از این به بعد این در یه قالب دیگه‌ای در یه جای دیگه‌ای زندگی رو بازسازی میکنه خودش رو به زندگیش ادامه میده ولیکن به هر صورت حتما به نظرم باید زبط بشه یه جایی و حتما ما باید بدونیم که چی بوده که حالا دیگه نداریمش و سرانجامش آخر فیلم راوی ما یا به هر فیلم میگه که توی بیانیش میگه که ویران شود این شهر که میخانه ندارد آخه تا این حد دیگه قمتی ببینیم <تص> این باز گفته من نیست این بله شاعر, گفته. شاعر گفته و آره ولی فکر میکنم که آره ما فکر میکنم نیاز داریم به جایی که دور هم جمع بشیم لذت ببریم از زندگیمون گفتگو بکنیم و بتونیم توی دل این گفتگوها به چیزهای جدیدی برسیم یک مشکل بزرگی که وجود داره این قطبی شدن این فضاها توی علل خصوص جاهایی که ما توی زندگی میکنیم باعث شده که انگار همه تبدیل به یک سری افراد نامؤثری که هیچ انگار که ما الکن شدیم انگار نمیتونیم با هم گفتگو بکنیم و این باعث ویرانی ما میشه فارغ از اینکه شاعر آرزوی ویرانیشو بکنه یا نکنه و به عنوان حال سال آخر چون زمانمون هم دیگه داره تموم میشه تو از یک کشور دیگه رفتی یک کشور دیگه و اونجا داری فیلم می‌سازی درباره مسائل این کشور از ایران رفتی ترکیه و داری در راجب مسائل ترکیه می‌سازی راجب مکان‌های ترکیه فرهنگ و سنتش حالا اشتراکات البته خیلی زیاده چند تا فیلم هم ساختی همون که اشاره کردیم راجع اینها کمتر فیلمساز ایرانی رو من دیدم در حقیقت تو این سالها که حالا توی اونجا رشد کرده باشه بزرگ شده باشه فیلم ساخته باشه و بعد بیاد راجع به یک کشور دیگر هم فیلم بسازه و سنت هاست خیلی جسارت میخواد این و خیلی نزدیک شدن به اون فرهنگ چطور تونستی به این برسی؟ والا به برای من راستشو بخوای یه امر طبیعی بود چون من دارم تو اون که یعنی چیزایی که اولا خیلی با ما نزدیک بود یعنی فرهنگ نزدیکی فرهنگی طبعا خیلی کمک میکنه ولی غیر از این به نظرم طبیعیش اینه که من دارم تو اون جامعه زندگی میکنم و درسته که دارم یه کوله بار بزرگی از این خاطرات از چیزهایی که یاد گرفتم و غیره رو دارم از ایران با خودم حمل میکنم ولیکن ما به عنوان انسان جایی که زندگی میکنیم باید توش مداخله بکنیم این مداخله میتونه مداخله سیاسی باشه مداخله اجتماعی باشه مداخله فرهنگی باشه بنابراین وقتی من وارد این فضا شدم فکر نکردم که من یک آدمی هستم غریبه با این فضا طبعا خیلی باید تلاش بکنی که یاد بگیری و از این حرفا ولی به نظرم طبیعیش اتفاقا اینه که جایی که زندگی میکنیم دیگه منم توش همونقدر حق دارم راجع به این موضوع حرف بزنم که شما حق داری حرف بزنی و این خیلی کمک کرد طبعا به من که بتونم این فیلم ها رو اینجوری بسازم خب خیلی ممنونم آقای شبانی از حضورت در این برنامه گفتگو همطور فیلم خوبه فرصت بیشتر برای گفتگو نیست شما فیلم رو چطور دیدید و همچنین گفتگوی برنامه این هفته ما رو برای ما بنویسید از طریق همین راهای ارتباطی که همینجا داره زیر نویس میشه اگه خاطره ای از میخونه و میخونه رفتن دارید حالا خودتون یا پدر و پدر بزرگا و یا همسایی ها برامون بنویسید و بفرستید به شکر اینکه داری دست در میخانه ای ساقی مرا از دست غم بستان به یک پیمانه ای ساخی تو هفته بعد به یک فیلم دیگه از سینمای کوچک آپارات بترود و پینده باشید خیلی ممنون سلامتی سلامتی